بعد از ظهرتون بخیر. من فکر میکنم که بعد از چند ماه سرمای زمستون کانادا رو تحمل کردن، در یک روز یکشنبه بعد از ظهر با این هوای بهاری که بیرون هست، وقتی آدم وقتشو بذاره و بیاد در چنین جلسه شرکت کنه، نشون میده که این مقدار از خود گذشتگی در وجودش هست و این قابل قدردانیه. و شخصا از همه شما تشکر میکنم که این وقت رو گذاشتید و اومدید. در مرحله دوم است که تشکرها داره خیلی زیاد میشه، ولی اشکال نداره. سپاسگزارم از دوستانی که خواستند که من سهم کوچکی داشته باشم در برنامه امروز. وقتی با دوستان صحبت میکردیم که ترتیب این برنامه چگونه باید باشه و هدف از این برنامه چی هست، همونجور که خانم شهابی هم الان اشاره کردن، خب نزدیک به 10 سال از وجود نهادی به نام کنگره ایرانیان کانادا میگذره. این 10 سال یک سابقه ای، یک تجربه ای، یک تاریخ پشتش داره، یعنی هست در 10 سال گذشته. میشه از چند جهت به این 10 سال گذشته نگاه کرد، هم از جنبه انتقادی، هم از جنبه اینی که تجربه ها چی بوده و به کجا خواهیم رفت. وقتی صحبت میکردیم با دوستان که هدف از این برنامه چی هست، به این توافق رسیدیم که واقعا هدف اصلی از این جلسه باید یک نگاه مثبت باشه. نگاه مثبت به این دلیل که کنگره ایرانیان کانادا بر اساس گزارشی که الان خدمتتون داده شد 600 عضو جدید پیدا کرده. این اعضای جدید خب کسانی هستند که برای اولین بار اومدن و انگیزه درشون ایجاد شده و قدم پیش گذاشتن برای اینکه حداقلش اینکه فرمی رو پر بکنن و عضو کنگره بخوام بشن. اینها با یک امید و با یک انتظار مثبتی قدم گذاشتن جلو. بنابراین برای این افراد خب بعضیاشون اینجا سالها بودن ولی توجهی نداشتن به نهاد کنگره ایرانیان کانادا، بعضی های دیگه تازه وارد هستند و خیلی ها هنوز آشنا نیستند حداقل با این که این کنگره اصلا چی بوده، از کجا شروع شده و چه مسیری رو طی کرده اومده. برای این افراد خب طبعا این جلسه باید جلسه آگاهی دهنده ای باشه، جلسه ای باشه مثبت باشه و این انگیزه ای که وجود داره رو پایدار بکنه. و حداقل انتظار ما این هستش که هر کدوم از شما وقتی که از این جلسه میرید بیرون با یک دید مثبتی برید بیرون و اینی که حداقل این وظیفه شهروندی رو در وجودمون احساس بکنیم که هر کدوم از ماها که اینجا هستیم حداقل با 5 نفر دیگه خارج از این جلسه در طول روزهای در جاهای مختلف، در محیط کار، در محیط دوستانه، در بین اقوام برخورد میکنیم، این آگاهی رو بدیم و این انگیزه رو در اونها هم ایجاد بکنیم تا اینکه به زودی به اون هدفهایی که الان سوده قاسمی اینجا اشاره کرد بهش، برای رسیدن به تعداد بیشتری از افراد بتونیم برسیم و این خیلی خیلی مثبت میتونه باشه. بنابراین هدف از این برنامه، این گفتگویی که الان خواهیم داشت، اصلا نگاه انتقادی به گذشته نیست. میشه جلسه دیگری رو در همین جا، در جای دیگه، در وقت دیگری تشکیل داد و یک نگاه انتقادی کرد. اتفاقا خیلی هم لازمه برای اینکه ببینیم چه اشتباهاتی شده، چه کسانی به هر حال تلاش کردن، چه کسانی موانع ایجاد کردن، ولی اون هدف این جلسه حتما نیست و نباید باشه برای اینکه بتونیم با یک نگاه مثبت بریم. و مهمترینش این هستش که این شعاری که اینجا می‌بینید، کنگره ایرانیان کانادا رو با یاری هم به یک سازمان فراگیر تبدیل کنیم. بنابراین وقتی که این یاری کردن و همکاری با هم دیگه میاد، بنابراین نگاه منفی و نگاه انتقادی دیگه جایی پیدا نمی‌کنه و فقط در جهت اطلاع رسانی هست و در جهت اینی که چه کار بکنیم که پیشرفت بکنیم و قدم‌های مثبتی رو به پیش ببریم. من زیاد وقتتون رو نمی‌گیرم، می‌خوام خواهش بکنم برای اینکه این بخش گفتگو رو شروع بکنیم از دوستان عزیز، آقای زرشکیان، آقای آریان نژاد، آقای میساقی و آقای سعید علیزی رو کنید بچه بیارید و اینا ترک رو بسید سمدنده های فرمز و خبیل رو بکنید. الان بیام اونجا در وسط شما که برنامه شروع کنید. خیلی ممنون از حضورتون و از حضورتون به حضورتون.